افغان-بریتیش فاوندیشن. نام یاد خدا و عرض سلام خدمت بینده های چینل یوتیوب افغان بریتیش در داخل و خارج از کشور. باز ما امید کدامانی امروز در خدمت شما عزیزان قرار دارم. دوستا امروز 19 سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود است. ما امروز به تالار لوی جرگه آمدیم. تمام اراکین دولتی، وکلا، وزرا، شخصیت های فرهنگی و سیاسی ما امروز در محفلی که امروز اینجا برگزار شدن حضور دارن. میریم داخل، برنامه‌ای که در داخل برگزار شده را میبینیم. در ادامه برنامه ما را دنبال بکنیم. این ملک آزاد در باور تو آزاد گردی از لشکر تو. احمد نشسته در سنگر تو، خدا یارش با، خدا یارش با. مرد آمدی و مردان رفتی، شاخ جوانیت را شکستی. در دین در نجات امروز از این جوانیشن در حسن دخول دختر پاسدار دیناس مرد قرمان خود از نمی راستور و میراستارش و با برادر ارشدشان در جناب رحمتالیخان مسعود و لعیم زمان جا دارم که از بزرگیابی جنابتبار محترم برادر گرانی و بزرگ ما دادست رفتالا عبدالله رئیس بسیار مهم است که بدانیم مولانا بسیار جالب و شیرین است. دستورهای عظیم، دستورهای عظیم هر ولایتی از افغانستان یک اسم نو پیدا کرده. با نهایت با من با روش بسیار محبوب و منطقی ما هم خود را از شر جنگ خلاص کنیم و نباید جنگ هر روز از ما جوانان ما را به خاک خون بکشاند و هم با حفظ عدالت و احسان پایدار را برقرار کنیم که همه اقشار جامعه در سایه احساس امن ما بارها گفتیم کار ما یک مقدر فکر این کشور است در کنار ملت افغانستان باید زندگی کنند و ما نمیخواهیم بحث تسلیمی باشه. تسلیم شدن یک خیلی منطقی است و هیچ گاهی طالبان فکر نکنند، هیچ گاهی طالبان فکر نکنند که افغانستان را باز هم امارتشان برقرار شد. دهیم به افغانستان امارت
نامش حجیم شده با آزادی، با ایستادگی، با ملت دوستی و با مقاومت هستم. مردم نامت مبارک، نامت مبارک. دوستی عزیز، قسمی که شما دیدین ما به داخل خیمه لوی جرگه رفتیم، اراکین دولتی بودن برادر شهید احمد شاه مسعود، جناب احمد ولی مسعود، بانو کوفی، جناب مارشال صاحب دوستم، جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری امرالله صالح و سایر هموطنهای ما به خاطر 19 سالگرد قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود آمده بودن. فعلا در کنار ما یکی از هموطنان ما هست که اینا هم امروز به خاطر سالگرد عامر صاحب بزرگوار آمدن به خیمه لوی جرگه. میخوایم امروزشون صحبت بکنم. سلام علیکم برادر. سلام، خوب هستین؟ شکر، سلامت باشین. میشه خدا معرفی کنین؟ رامین شفیزاده هستم، رئیس سازمان جوانان روشنفکر. بسیار خوب، امروز شما آمدین به خیمه لوی جرگه به خاطر 19 سالگرد شهید احمد شاه مسعود. میشه در این مورد برای ما بگوین؟ همه ساله شما میایین؟ امروز 18 سنبله برابر است به سالیاد شهادت یگان فرزند آزادمنش تاریخ افغانستان شهید احمد شاه مسعود که ما حضور رساندیم. دقیقاً شما قسمی که رفتیم به داخل خیمه لوی جرگه دیدیم، هموطنای ما از تمام ولایات آمده بودن، مختص به ولایت پنجشیر ما نبوده، هموطنای ولایت پنجشیر ما نبوده. خودتون از کدام ولایت آمدین؟ شما میدانید که قهرمان ملی به عنوان یک سیمای کاریزمای تاریخ افغانستان که تعلق به تمام کشور و اقوام کشور داره، او مبارزه اش به خاطر سربلندی افغانستان بود، بنابر این تعلق به یک محیط و به یک منطقه نداره. من مثلا به عنوان یک بغلانی، به عنوان یک اندرابی، قهرمان ملی را به عنوان یک الگوی تکرار ناپذیر تاریخ میشناسم. بنابراین قهرمان ملی حتی تعلق به فراتر از مرزهای افغانستان داره، تعلق به همه قشر و جریان آزادمنش تاریخ داره. او به خاطر عدالت، به خاطر آزادی، به خاطر تامین عدالت اجتماعی جان شیرین خود از دست داد. بنابراین این تعلق و منصوب به یک محیط و منطقه و یک تبار خاص نمی شود. دقیقاً دوستا، قسمی که برادر ما فرمودن، مسعود مشخص به یک ولایت نیست، به یک مرز بوم نیست، مسعود فراتر از مرزها است. در آخر پیامتان برای جوانا به مکتب، به پیروان مکتب خانی مسعود میشه برای ما بگوین؟ پیام ما به همه قشر اول، دوم، سوم مقاومت ای است که راه و مسیر قهرمان ملی را به شکل درستش دنبال بکنین. آن چیزی که فکر احمد شاه مسعود بود برای یک افغانستان سربلند، باثبات، متمدن، یک افغانستانی که به واقعا استقلالیت خود، پرستیج استقلالیت خود در سطح جهان داشته باشه و همه کشورهای بیرونی به عنوان یک کشور یک پارچه و متحد برش نگاه کنه. و خواهش ما ای است که امون مسیر اساسی را که احمد شاه مسعود مطرح کرده بود، امون دایه برحقه، او باید دنبال شوه. از بی اتفاقی، بی اتحادی و بودن در زیر چتر عوامل نفوذی دستگاه استخباراتی بیرونی بیرون شوند و به خاطر یک افغانستان مبارزه و تلاش بکنند که در همه ابعاد تعریف ویژه خود داشته باشه، هم در بحث صلح، هم در بحث امنیت، هم در بحث اقتصاد، در همه ابعاد امو آرمان های سترگ قهرمان ملی کشور
باید مفهوم اصلی و مصداق اصلی پیدا بکنه. این خواهش ما از تمام مردم افغانستان است. در این نقطه اساسی که مسئله صلح داغ است، باید یک موازه واحد برای یک افغانستان باثبات مطرح بسازند. تشکر، زنده باشین. سلامت. از برنامه در ادامه برنامه امروی هموطنای دیگه ما هم که اینجا امروز در سالگرد عامر صاحب اشتراک کردن صحبت میکنیم، در ادامه برنامه مرا دنبال بکنین. هموطنای عزیز، قسمی که میبینین یکی از برادرهایی که امروز آمدن در خیمه لوی جرگه در کنار ما هستن، اینا هم به خاطر 19 سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود آمدن. میخوایم امروزشان صحبت کنم، در داخل تالار هم حضور داشتن. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ سلامت باشی، بخیر باشی. میشه خودم معرفی کنین؟ ز درویش حدیدم، در لغمان ولایت، در زوانان محور مدنی تولین مسئول. بسیار خوب. امروز چطور دیدین برگزاری 19 سالگرد قهرمان ملی کشور؟ شما هم قسمی که هموطنان ما میبینن و ما دیدیم، شما هم از ولایت کنر لغمان آمدین، میشه بر ما بگین؟ بدون شک لکسن که چه تاسو شاهد است ده قهرمان ملی احمد شاه مسعود نونسم تلین ده، او نن منګم د لغمان ولایت څخه راغلی او چې ترسو د غتلین ول منزو دا نه یوازې چې دا د یو طرف قهرمانو، دا د ټول افغانستان قهرمان دی، دا د افغانستان په ولس په زړونو کې ځای لري. تنها افغانستان نه چې د نړۍ هیوادونه د دې څخه تاسو ته بهتره معلومه ده، ټول ته معلومه ده چې دا لکه څنګه چې د افغانستان ولس ورته احترام لري، د دغه افغانستان د قلمرو نه د باندې مرته خلک احترام لري، او د قهرمانی د هغه فکر او هغه ژمنتیا چې دغه وطن ته وه، دغه خاورې ته وه. نو موږ په همدې ساز باندې راغلي یو تر څو دغه تلین کې چې نونسم د سنبلې دی، اتلسم د سنبلې دی، ګډون وکړو تر څو نورو وطنوالو ته هم دا وښایو چې احمد شاه مسعود د افغانستان ملي اتل، ملي قهرمان، دا تنها د یو ولایت قهرمان نه دی، دا د افغانستان قهرمان دی. نو په همدې خاطر راغلو تر څو په دغه شاندارو مراسمو کې چې تاسو شاهد استئ دلته، زه تاسو ته دومره ویلی شم چې تنها د لر نه د لرو بر پښتانه د افغانستان ټول قومونه ګډون کړی دی تر څو دغه مراسم ته، خصوصا د روح ته دعا وکړي او د افغانستان د قهرمان احمد شاه مسعود یادونه وشي. دقیقا دوستا، ام البته باید یادآور شوم که این هفته هفته شهدا است. در اخیر خواست و پیامتان به قشر جوان و پیروان مکتب خانی محسود میشه بگوین؟ ز باید یو شای او اما اغا سوک چه ده احمد شاه مسعود لارویان دی او نزده ارتپاتی شوی دی، خصوصا هغه څوک چې په دغه جادو کې او په دغه کابل خارونه کې د دغه مراسم د دغه د شهید دونی د تجلیل لپاره خوشحالي سرګندوي او راضي دغه ورځ تجلیلوي، هیله مو دغه ده چې دغه ذهنونه چې دوی خپوروي چې دا تنها د پنجشیر یا تنها د تاجک قوم قهرمان دی، نه داسې نه ده، دا د ټول افغانستان قهرمان دی. دته زه د یو پښتون ځوان په حیث چې نن دلته راغلی یم، دا زه خپل قهرمان بولم، د پښتون قهرمان بولم، د تاجک او د ازبک قهرمان بولم، د افغانستان نه د باندې د خلکو قهرمان بولم. نو هیله مو ارزو مو دغه ده چې هغه ځوانان چې موږ یې په دا سړکونو کې ګورو، دا د تنها منحصر کوي نه یو طرف ته، دا د افغانستان څلور دېرش ولایتو د افغانستان قلمرو ته مربوط دی. بدون د شک زه دا ویلی شم چې احمد شاه مسعود دا د ټول ولس او د ټولو خلکو په زړونو کې ځای لري. دغه تفرقه دې نه ایجادوي چې دا د یو طرف قهرمان دی. هیله مو هم دغه ده، ارزو مې دغه ده چې تر څو دغه فکر ایجاد شي، دغه ذهنیت ایجاد شي، لکه څنګه چې زه نن دلته راغلی یم، همدغسې نور زموږ د لر و بر پښتانه رئیس شي،
او چې راغلی دی د دغه راتلونکو لپاره دغه سیونی په شاندار مراسم تجلیل شي، نو هیله ورزو مم دغه د دې غنځدې خلکو څخه د دې غنځدې پلویان څخه چې دا د ځان ته نه راځي کوي، دا د افغانستان قهرمان دی، دا د خلکو قهرمان دی، دا د ولس قهرمان دی او دا په تاریخ کې صف دی. دغه نننې مجلس چې تاسو ولیدئ او ګورئ چې پښتانه د هر قوم ورونه دوستان ولس راغلی دی دلته او دغه ولې تجلیلی، نو هیله ورزو مم دغه چې دا باید لا شي. تاسو باور وکړئ په لرې پرتو سیمو کې، زه د هلمند شاهد یم، د قندهار شاهد یم، چې نرو ښځه د احمد شاه مسعود په شهادت باندې خواشیني څرګنده کړې، همیشه دغه ورځ ته ژاړي، دغه ورځ همیشه تجلیلی د هغوی په زړونو کې ځای لري. نو غږ مو هم دغه ده چې دا د ځان ته نه منحصر کوي، دا د ټول افغانستان. تشکر، زنده باش، سلامت سي مهرباني، لطف، تشکر، زنده باش. دوستو عزیز، د کنار ما ادریس بینوا رئیس کمیته فرهنگی اجماع جوانان برای صلح است. قسمی که شما خبردار هستین، در این شب روز در همه جا در زبان پیر و جوان و زن و مرد فقط صلح است. امروی بینوا صاحب میخوایم صحبت بکنم در مورد ازی که امروز آمدن در خیمه لوی جرگه به خاطر سالگرد عامر صاحب و همچنان در مورد کارکردهای اجماع جوانان برای صلح. بینوا صاحب سلام علیکم. به نام یاد خدا سلام تقدیم میکنم کدامونی صاحب، خدمت خودت و خدمت کسایی که ما را از طریق چینل یوتیوبتان بیننده است. تشکر. چطور آمدین امروز به خیمه لوی جرگه به خاطر بزرگداشت از 19 سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور؟ خب اما قسم که شما آگاه هستین، همروز 18 سنبلا 19 یاد بوده قهرمان ملی احمد شاه مسعود بود و خواستیم تالار لوی جرگه برنامه دایر کنیم و اینجا حضور پیدا کنیم. بسیار خوب. بینوا صاحب، در مورد پروسی صلح برنامه‌ای که شما دارین میشه برای ما بگوین خبر صلح چی است؟ خب همون قسم که شما آگاه هستین، این شب روز پروسه صلح خیلی بحثش گرمتر است و حیات مذاکره که انتخاب شده رای قطر میشن و ببینیم که نتیجه چی میشه انشاءالله. شما دید شما چی است؟ خب صلح آمدنی است یا نه؟ نه تنها از دید یک جوان، از دید تمام افراد جامعه صلح یک ضرورت است و به نظر ما 100% برای ضرورت داریم، لازمی است. دقیقا دوستا، قسمی که بینوا صاحب گفتن صلح نیاز جامعه ماست، صلح هست که آرامش است و ما آرزوی ما امی است که این سفری که به قطر دارن بزرگای ما و حیاتی که حیات مذاکره کننده به قطر میرن یک نتیجه بده و یک صلح سرتاسری در کشور ما برقرار شود. بینوا صاحب، در اخیر اگر کدام پیامی داشته باشین میشه همراه بینده های چینل یوتیوب افغان برتش شریک بسازید. کدامانی صاحب سپاس، کدام پیام خاص ندارم، فقط همی که همدلی از همزبانی کده بهتر است. تشکر، زنده باشید. وقت شما خوش. از این برنامه، در ادامه برنامه ما میریم بیرون، کاروانایی که به خاطر 19 سالگرد شهید احمد شاه مسعود در سرکا گشت‌زنی میکنن و برنامه هایی که دارن امروز از اونا میبینیم، ما را دنبال بکنیم. ملک آزاد در باور تو آزاد گردی، از لشکر تو احمد نشست در سنگر تو، خدا یارش با خدا یارش با. مرد آمدی و مردان رفتی، شاخ جوانیت را شکستی، در دین در نجات مردان، نامت مبارک، نامت مبارک.
قامت گرامی مسعود. هموطنان عزیز، ما فعلا در سرک چهار تایمنی هستم. در کنار ما یکی از پیروان مکتب خانه مسعود شهید هستم. میخوایم امروزشان صحبت بکنم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستی؟ سلامات، تشکر. قربانتان میشه خودم معرفی بکنی، در مورد برنامه که امروز شما داشتین میشه برای ما بگی. بسم الله الرحمن الرحیم. انوارالحق امین هستم، یکی از پیروان امام شهید مسعود شهید. دیگر برنامه ما را برگزار کردیم، ختمه قرآن شریف دیگر بسیار با خوبی تر شد. بخیر دیگر فایر مر ایگپا اید نبود، بسیار شعرهای خوب، قطارهای منظم، بسیار با مواج احسن، بسیار چی کردیم دیگر مردم هم آوازه را عذیت نکردیم، بسیار با خوبی سپری شد. قربانتان، شما اما ساله اما قسم سالگیری عامر صاحب بزرگوار برگزار میکنین؟ بله بله، به اما ساله ختمه قرآن برش میگیریم، شعرها خوب میتیم دیگه، بسیار با شکل اساسیش پیش بردیم. قربانتان، موفق باشین. خوش شدم امرایتان صحبت کردم. زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. تشکر. از زای برنامه تا آخر لحظات اخیر برنامه ما را دنبال بکنین. تشکر. آزاد گردی از لشکر تو، احمد نشسته در سنگر تو. های عزیز، این بود داشتای برنامه امروزی ما که از 19 سال روز شهادت قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود بر شما تهیه کردیم. تا برنامه بعد که بازم ما امید گودامنی و جمع همکارایم در خدمت شما عزیزا قرار میگیریم، شما را به خداوند رب العزت میسپاریم. همچنان تشکری میکنم از عزیزانی که چینل یوتیوب افغان برتش تا اکنون لایک و سابسکرایب کردن. منتظر نظریات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.